به یاد خدا و درود بر شما. آخر خط را به گونه زنده با من رشاد ضریر از نور بیننده هستید. مجلس نمایندگان و ساختار درونی نابسامان از تطبیق از نظارت بر تطبیق قانون اساسی و قوانین عادی تا تطبیق اصول وظایف داخلی. مجلس نمایندگان که در سال هفتم دوره 16 تقنینیش هرچند به خیال اما با بار انتقاد برخی از حقوقدانان را به دوش می کشد، از سوی اخیراً سنگ‌های از انتقاد شهروندان هم به آن بار افزوده شده و از سوی دیگر به مشکلات درون ساختاری و نابسامانی‌های داخلی نیز مواجه است. در حالی که در فرایند دو دوره از کار شورای ملی نوین افغانستان هر یک از دو اتاقش با خلاهای قانونی و چالش‌های درونی روبروست، مجلس نمایندگان اما با این چالش‌ها از جمله غیابت‌های پیهم جمعی از نمایندگان و غیابت دائمی فهرست از وکلایی که از حقوق و امتیازات جایگاه‌هایشان هم برخوردارند بیشتر دست و پنجه نرم می‌کند. اخیراً اما هیئت تدبیر و اداری این مجلس رویکرد متفاوت را بر مبنای اصول وظایف داخلی پیش گرفته است که در راستای آن چهار عضو مجلس هر یک احمد بهزاد، بشیر احمد تهگنج، فرشته انوری و پروین دورانی و به تازگی هم پنج نماینده دیگر هر یک امان الله گذر، عزت الله عاطف، پیربخش گردیوال، عالم خان آزادی و محمد اسحاق رهگذر به دلیل غیابت‌هایشان بیشتر از 20 روز از حقوق و امتیازات وکالت بی بهره شده و عضویتشان را به حالت تعلیق درآورد. پس آیا این رویکرد مجلس کارساز و برایندش سبب سامانمندی شورا خواهد شد؟ با این محوریت بحث را آغاز می‌کنیم. با حضور آقایان قاضی عبدالرحیم رحیم، عضو کمیته تقنین مجلس نمایندگان و همچنان راموش نوری، آگاه سیاسی و کنشگر مدنی. خیلی خوش آمدید. جناب قاضی، درآمد با شما. در مجلس چه جریان داره و به ویژه این دو گام اخیر مجلس که اتفاقا خیلی میزان و پیمانه رضایت موکلینتان را، شهروندان افغانستان را هم بالا برده و سنگتان را هم سنگین کرده، این ریشه در چی دیدگاهی دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون نور و میمان برنامه. در آغاز به روح شهدای اخیری که در ولایت بلخ بر اثر عملات ناجوان مردانه دشمنان مردم افغانستان، شهدای اردوی ملی و مردمان بیگناه به شهادت رسیدن، بر رویشان اطاف دعا میفرستیم. خداوند افغانستان عزیز را از شر این بلاهایی که بر این کشور تحمیل است نجات بده. بحث مجلس یک بحث تشکیل مجلس و قانونیت مجلس که بر اساس قانون اساسی و یک بحث اصول وظایف داخلی است. درست. اصول وظایف داخلی برنامه ها و مسئولیت های افراد در داخل مجلس تنظیم میکنه. تنظیم کننده امورات داخل مجلس است. در طی نمی چند سالی که گذشت راستی یک سری مشکلاتی در داخل مجلس بود. عدم حضور یک تعداد از وکلای محترمی که نماینده های مردم بودند و باید در مجلس حضور می داشتند که برای بعضی عوامل حاضر نبودند، که یک مشکلی بود، همیشه مورد انتقاد بود مجلس که چرا مجلس به ایالت است. ببینین در اصل سه تا اصل عمده در مجلس در نمایندگی هست: قانونگذاری، نظارت از عمل کرده حکومت و نمایندگی خوب. زمانی که حضور فیزیکی در مجلس نبوده باشه، چی در جلسات عمومی و چی در کمیسیون ها، بحث قانونگذاری از کجا میشه که این مسئله نهایی بشه؟ شما بیاد دارین که اکثر قوانین نسبت به نبودی نصاب در داخل مجلس همیش از تصویب باز میمونه. قوانین بسیار مهم عمده ای هم هست. در بحث نظارت وقتی جناب وکیل در مجلس حضور نداشته باشه و وظایف خود پابند نبوده باشه،
در بحثی نظارت از عمل کرده حکومت چطور میتونه یک نظارت خوبی از این مسائل داشته باشه که طبیعتا نظارت در چند بخش تقسیم میشه. یک بحثی است که وزرا یا مامورین عالی رتبه یا کسانی که بالاخره مورد بازپرس باید قرار بگیرن در کار کردشان در مجلس بیاین نظارت باید بشه و مسائلشان روی مشکلات و کمکاری ها و ناکاری هایشان انگشت گذاشته باشه که اصلاحاتی به وجود بیاید. خود نظارت به معنی عزیز که تطبیق پلان های درست دولت و و عملکرد صحیح حکومت و بالاخره رفع چالش ها و مشکلاتی که مردم سر راش قرار دارن. امروز ببینین شما که وزرای محترم اکثرا بودجه هایشان مصرف کرده نمیتونن، مصرف نمیکنن. در سال گذشته ببینین که چند تا وزرا مورد بازپرس قرار گرفتن، استعزا شدن، رد صلاحیت شدن. اینا همه کارکرد است که باید نظارت از عملکرد حکومت صورت بگیره، نه تنها این بحث در چوکات یک وزارت بلکه در ادارات محلی. اگر وقتی ما وکیل مردم هستیم از اداره محلی هم باید نظارت دقیق صورت بگیره که والی که در ولایت است چی میکنه، مستوفیش چطور بودجه را مصرف میکنه، ادارات دیگر چطور برنامه ها را تطبیق میکنه و پلان ها و پروگرام ها و پروژه هایی را که در همین سال به شکل درست در قانونی وقتی بودجه تصویب میشه خودش قانون است. اما جناب قاسم، این وکلای بزرگوار که اکثرا غایب میباشند، شما آسیب شناسی کردید تا حال عواملی را که گفتید به دلایل و عوامل زیاد، آیا چند شماره از اون عوامل پیش شما بوده میتونه با عنوان سنتی هاشون که به چه دلایلی اینا سرکشی میکنن چنین؟ خب بعضی ها وکل صاحبای هستن که صرف بحثی وکالت برشان مهم است که یک مسئولیت سیاسی داشته باشن. درست. پشت جریانات شخصی و کارهای تجارت و شرکت ها و برنامه های خود مصروف هستن. جایگاهشان را درک نمیکنن اینها؟ خب اگر درک در این مسائل صورت میگرفت امروز ما مورد انتقاد ملت قرار نمیگرفتیم. یک بخشش واقعا بخشی از وکلا هست که نسبت کار نکردن درست وزارتخانه ها به شکل احسن، اینا مجبور و مکلف هستند برنامه های موکلین خود در وزارتخانه ها پیگیری بکنن، حتی روزهای مخصوصی هم که در هفته هست. ولی باز هم میبینین که اکثر موکلین به شکلی است که این صبر را ندارن که در این روزی که ما میتونیم وزیر خود ما قانونا فیصله شده مسائل باید ببینیم، باعث این میشن که وقتی وکلا را بگیرن اکثر وکلا را ما وی از نشانشان قابل توجیه هست. ببینین شما، اگر مردم ما این فرهنگر برشان حاکم می بود می دانستن که وکیل اینمی قانونگذار است، نظارت بر عمل کرده حکومت است و نمایندگی خوب از ملت، بله، ما باید در فرصتی که برای ما ای هست که ما باید در مجلس حضور داشته باشیم و نظارت از عمل کرده حکومت بکنیم و حکومت خودش هم متوجه می بود که وظایف خدا می شناخت و یک فردی که ضرورت بر ازی می داشت خودش می تانست مستقیما با اونا تماس بگیره مشکل خود حل بکنه. این مشکلات هم نه برای وکیل به وجود می آمد و نه برای موکلش. به این لحاظ یک وضعیت فعلی در این ملک است و محض وکالت و نمایندگی انتظار و توقع مردم است که در هر ساعت و در هر لحظه باید به مشکلش برسید. که این خودش کتا... یک مشکل است و مشکلی هم برای وکلا ایجاد میکنه. کوتا اگر پاسخ بدید، شما بیا در کل شورای ملی به ویژه مجلس نمایندگان در فرایند دو دوره از کار نوین پارلمان افغانستان تا همکنون به این چالش مواجه بودن، نمونه هاش زیاد بوده، به نظرتان چرا طی این دو دوره تمام نزدیک به 12-13 سال یک چنین گامی در درون مجلس بر مبنای اصول وظایف داخلی برداشته نشد و به تازگی چنین روی کرده پیش گرفته شد؟ ببینین هر روز در جلسات عمومی رئیس پارلمان و هیئت اداری که در هر سال، خب ببینین رئیس بر یک دوره تقنینی است ولی هیئت اداری همه ساله تعیین میشه. هیئت اداری نمیت تعهد در آغاز سال میدین که ما اصول وظایف داخلی را در درون شورا تطبیق میکنیم، بله. اما با بعضی مصلحت ها مواجه میشن، بعضی مسائل روبرو میشن که در تطبیقش تا کنون عاجز بوده که مدارا میکنن، مدارا کردن.
اما این هیئت اداری که امسال تعیین شدن با واقعیت این تعهد کردم که ما برای وصول وظایف داخلی را عملی میکنیم و با این پابندم هستیم که یک دستاورد بسیار خوبی برایشان هست که امیدوار هستم وکلای عزیز هم با رعایت اصل قانونمندی نمی وصول وظایف داخلی وظایفشان را بشناسند و به مجلس حاضر بوده باشند در بحث قانونگذاری و مشکلات مردم خود در داخل مجلس مطرح بکنن که مرجع قانونیت و جایی که صدای مردم و صدای ملت از اونجا شنیده میشه در اونجا حضور داشته باشن که ملت هم دیگه پارلمان یا ولسی جرگه مورد انتقاد مردم در قیابت وکلا نبوده باشه. سپاس، خیلی ممنون. نوری صاحب، بررسی شما چیست؟ چه چیزی سرنوشت این نزدیک به 10 وکیل در پارلمان را به اینجا کشید که از حقوق و امتیازاتشان و عضویتشان در پارلمان موقتاً بی بهره و محروم شوند و حتی نتوانند در جلسات اشتراک بکنند؟ به نام خداوند و با عرض سلام به شما همکاران نهایت گرامیتان، جناب قاضی صاحب دربس و بیننده های نهایت عزیز، میخوام عرض تسلیت بگویم و برای خانواده هایی که متاسفانه در حادثه اخیر در بلخ تعداد از اعضای فامیلشان در دفاع از راه از مرزهای کشور و در دفاع از تمامیت ارضی افغانستان عطس دادن و ناجوان مردانه و از این فامیل ها و بازماندگان از اینا تقاضا کنم که لطفا جسد های شهدایتون رو دفن نکنین، بیاین برای پارلمان، برای پارلمانی که دیروز تا دیروز رأی اعتماد برای منصوبینی که متاسفانه محکوم به خیانت، محکوم به جاسوسی و محکوم به عدم هماهنگی و عدم مدیریت هستند، رأی اعتماد داده شد. خون شما را طالب نریخته، خون شما را داعش نریخته، خون شما را در واقع همین اعضای پارلمانی که قانونمند نیست و بر مبنای قانون عمل میکنه خون از شما را اینا ریختن. جسدایتون را بیارین و دروازه پارلمان را بند کنین. نیاز برای تداوم چیز به نام پارلمان یا مجلس نمایندگان وجود ندارد. از نگاه قانونی هم مبنای تداومش بسته است و این که در یک تفاهم با حکومت استبدادی آقای غنی یا حکومت وحدت ملی تداوم حضور دارن، شما دیدین تشت رسوایی اعضای پارلمان در مقابله با غنی از بام ریخت و دیگر توانایی تداوم این حضور هم نیست. ما از تمام خانواده های شهدا مظلومانه تقاضا میکنم و جز کسایی میباشم که با اینا اجسادشان گرفته در دروازه پارلمان برم و دروازه پارلمان بسته کنم. درست، روی این بحث خواهیم کرد. حالا بیت مشخصا روی این روی کرده اخیرشان کمی تمرکز بکنید که این که برخی از وکلا را اینها محروم از حقوق امتیازات و جایگاهشان کردن، انگیزش چی بوده به نظرتان؟ اینا مستحق چون این جایگاهی هستن؟ این مسئله نیاز به بررسی دارد. شما در یک حکومت قرار دارین که این حکومت متاسفانه با معنای تمامش دیکتاتوری هست و ما دیکتاتوری رو در قالب دموکراسی که تشکل از حکومت وحدت ملی یافته است میبینیم. وقت حکومت دیکتاتوری هست، شما بین بررسی کنین بخش اعظم از افرادی که در اینجا به عنوان افراد لست سیاه قرار گرفتن، بخش اعظمش افرادی هستند که در حکومت فعلی در تعارض هستند. مثلا احمد بیزاد جز افرادی است که با این حکومت در جنبش روشنایی با مشکل دارد. مثلا تینج، با اون که دوستش هم ندارم، تینج فردی است که نماینده معاون اول رئیس جمهور است، جنرال دوستم. شما ببینید مثلا ظاهر قدیر صدایش به مسئله داعش با حکومت برآمده و با حکومت متهم به داعش پروری در جنوب افغانستان میکرد. شما ببینید آقای گذر، من مطمئن هستم که با عملکردهای حکومت سر و سازگاری ندارد و همه تو برخی های دیگه که لازم بر گرفتن نام از اینا نیست. انگیزش قانونی نه بس سیاسی هست. من میخوام اینو بگم، اگر قرار باشد ما مسئله را از این عینک ببینیم که دیده می شود وقت پارلمان تفاهمی باشد، حکومت دیکتاتوری باشد، پس زدن و خرد کردن از اینا به معنای از این هست که بالاخره امو اوج دیکتاتوری را برای تامین گپای خود برساند. شما ببینین این وضعیت احمدشاه عبدالی داره در 1747 وقت اقتدار قدرت می گیره، سیاست تطمیع و تهدید در پیش می گیرد. ما اطلاعی داریم که شورای امنیت و نهادهای دیگر متاسفانه برای یک سری از وکیلا
دور از وکیلای پاک، برای اکثر وکیلا امکانات میتن، موتر میتن و برای اکثر از افرادی که در سیاست هست امکانات تهیه میکنه تا اینا تطمیع شوند و آنانی که تطمیع نمیشن متاسفانه از راه های دیگر اینا را تهدید میکنن، مثل که احمدشاه عبدالی کسایی که تحت فرمانش میشد تطمیع میکرد و کسایی هم که تحت فرمانش نمیشد زیر پای فیل میکرد. خیلی کوتاه، اینا هم وکلا یا در کل مجلس نمایندگان همگام حکومت هست و کسانی که با حکومت اختلاف سیاسی دارند را اینا اول مورد یک چنین مجازات قانونی قرار دادن و شاید نگاهشان دوگانه بوده و حتی سیاسی؟ شما ببینید تشکل ساختار پارلمان اوج تبارگرایی را و قومیگرایی را نشان میده و این تشکل نشان میده که این در توانی با حکومت عمل میکنه. تو طرف رئیس جمهور احمدزه است، این طرف معاون پارلمان احمدزه است. شما ببینید دیگه چی معنا میده؟ در کشوری که کلش از یک تبار خاص باشه، از یک گروه خاص باشه، سیاست ها بر مبنای یک تئوری پیش بره و حزب قومی دیگر باشه، که دیگه معنا نمیده. خب این کار به نظر قاضی دستاور در حیات جدید اداری هست. ما میخوایم بگیم که این حیات جدید کیست؟ افرادی است که در تبانی با حکومت شکل گرفته است. شما خارج از حکومت را میبینین، شما فراموش کردین رئیس جمهور چند وقت پیش گفت که اگه یارا نمیپذیرین ما حزبتان میکنیم. و اون مبنای حقوقی و قانونی هم در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته که حذف میشه به خاطر اینکه اینا تداوم حکومت دیگه ندارن. یک مثلا اگر قرار شود واقعا این ما صادقانه میگم قرار شود واقعا بر اساس عملکردهای اداری می بود، چرا حداقل در 13 سال اخیر یا 12 سال اخیر این کار صورت نگرفت؟ گفتن مدارا صورت نگرفت. اجازه بده در اون وقت چگونه مدارا است که در اون وقت مدارا صورت نگرفت؟ مدارا صورت گرفت اما امروز نگرفت. امروز که افغانستان در یک وضعیت بحرانی قرار دارد، افغانستان در یک وضعیت اختلافی و مشکل و تشنجق قرار دارد، با توجه این مسئله اگر بحث واقعا این مسئله است که من باور ندارم، یعنی اعتماد من نسبت به ساختار حاکم از دست دادم، نسبت به نخبگان حاکم از دست دادم، نسبت به افرادی که خون مردم براشون مثل پیاله آب نوشیدنی و نوشابه شده و می نوشن هر روز در کابل حضور دارن به نام رئیس جمهور سابق، اینجا فرمان میرن از امتیازات مردم افغانستان استفاده میکنن اما حامی و سخنگوی طالب هستن، به یک ساختار من نمیتونم باور کنم. اگر قرار باشد چنین یک عمل باشد، من صادقانه نه تنها من بلکه تمام مردم افغانستان در پی این یک کمالگرد قانونمند است، اما با تاسف این عینک خیلی بعید است و خیلی ناتوان است که ما از این عینک ببینیم که واقعا صداقت در عملکرد اعضای پلیسی جرگه یا نمایندگان مجلس نمایندگان است. خیلی سپاس جناب قاضی. آنگونه که شما باور دارید پس نیست به زعم ایشان و دستاورد هیئت جدید اداری، نه بعد انگیزه هاش سیاسی هست، در تبانی با دولت است و حتی تباری هست و یک سری نمونایی که اینا عرض کردن که باز بخشی از بحثشون بعدن بحث میکنیم. خب ببینید نمی نظر احترام به نظر جناب استاد، پارلمان خود در اصل جای سیاست است، تقریبا چهره های سیاسی هستن که بیاین جمع بشن و اینجی. در مسئله هیئت اداری پارلمان و وکلا هیچگاه هیئت اداری خودش بدون مشوره پارلمان تصمیم گرفته نمیتونه. در بحثی که امروز به میان آمده، یک تعداد از همکارای عزیز ما از امتیازات محروم شدن، این خواست اکثریت وکلا است. اکثریت وکلایی که حاضر در مجلس میشن با اختلافشان با حکومت و همچنان بلی. اشاره حکومت هم بوده. ببینید شما بحث حکومت رو میمونیم یک طرف، حالا میاییم سر این مسائل. اکثریت وکلایی که حاضر میشن، ولی حضور به معنی چی؟ حضور وقتی تثبیت میشه که ما راستی حضور داریم در مجلس که بتانیم نصاب پوره داشته باشیم. اگر منی که هر روز حاضر باشم ولی نصاب نداشته باشه، به معنی از این است که من هم حضور ما چندان معنایی در اونجا نمیگیره. وقتی ما بخوایم صدای ملت رو بلند بکنیم، صدای ملت رو بلند کرده باشیم و از باید از همین تریبون مجلس این مسئله بلند بشه. وکیل صاحبی که وقتی حاضر نشوه از کجا بتونه صدای ملت رو بلند بکنه؟ بحثی که استاد در قسمت جناب آقای بهزاد داشتن، جناب آقای قدیر داشتن و برادرهای دیگری که داشتن، احترام به همه ایشان که وکلای مردم هستند. آقای قدیر خودش معاونی اول پارلمان بود در سال گذشته، خودش حتی
احترام برامی نمی کرد که همی اکثر حضورش در مجلس بوده باشه، بسیاری اوقات در غیاب بود خودش. گاهی می آمد یک صدایی را می کشید بر ضد داعش که حرفی بجا و حتی نواقص و مشکلات حکومت را مطرح می کرد. ای کاش او دائم در همین مسائل می ماند که ما هم می گفتیم که یکی از وکلای دائم در مجلس است. حالا بحثی را نداریم که حکومت می خواهد چی بکنه، بس در عزیز که ما میخواییم جایگاه مجلس ثابت باقی بمانه، ولی یک روز هم اگر میمانه. درست جناب قاسم، شما فرمودید که به مشوره تمامی بقیه اعضای پارلمان چون این کار رعایت اداره کرده، اما دور پیشش با انتقادات خیلی شدید در درون پارلمان روبرو شد و خیلی از وکلا انتقاد کردند که نگاه هیئت اداری دوگانه است و خیلی های درخور یک چنین مجازات قانونی هستند که شما اونا را جدا کردید. ببینید در همین سالی که جدید شروع شده و هیئت جدید که شروع به کار کردن، این همی بحث مطرح شده. حالا میاییم به این جد و تایید حرف جناب استاد، اگر بحث سیاسی است و دست حکومت است و رئیس جمهور میخواه شخصیت کشی بکنه و شخصیت ها را خفا بکنه، آقای بهزاد یک از شخصیت هایش که چهره مطرح در کشور است، آقای قدیر رایج همچنان، آقای گذر همچنان. ولی ما ایره میگم وقتی که به صفت نماینده مردم میشن، حضورشان در مجلس حتمی است. حضورشان توجیه ندارن که ایره توجیه بکنن که ما کارهایی را میکنیم که مهمتر از نشست قانونی مجلس بود. انتقادات دور پیش چه بود؟ چهار نفر که شما چنین کردید، باز انتقادات در درون پارلمان بالا گرفت و وکلا شما را نقد کردن؟ طبیعتاً گبه ایست که اما فیصله ای که در قسمت امو وکلای عزیز شده، در موقعی هم باید مسائل تعقیب شده برود. اگر نشوه این فیصله دوگانه که هیئت اداری کردن، این فیصله شاید قابل قبول نبوده باشه. یک روزی باز پارلمان همه صدا بکشن که چرا در چهار نفر اینطور مسائلی میشه و به ده نفر چرا این مسائل نباشه. ولی همین هیئت اداری در راستای خواست و دستور حالا پشت صحنه حکومت شکل گرفته؟ ببینید شما، حالا هر چی که میخواد باشه، من اینا میگم که حکومت هم فرد خود تعیین میکنه. شاید جناب آقای همایون و جناب آقای قدیر، حاجی صاحب یاسینی، چند تا برادر دیگه، آقای زازای، نه در بحث نمایندگی معاونت اول، در معاونت دوم یک تعداد برادرها بودن، در معاونت در منشی و بالاخره چهره های بسیار خوبی بودن. اما شاید حکومت هم پشت این جریان کار کرده باشه برای فرد خود، اما ما حاضر شدیم با چهره رأی بدیم که قابل قبول برای ما باشه. ولی یک فرد اکثریت رأی رو میبره و به عنوان معاون اول میشه یا معاون دوم میشه، این بحث رو ما در داخل پارلمان بس قومی نمیدونیم. نوری ای هست که آنگونه که انتقاد بر مجلس وارد بود که به اشاره حکومت رأی تایید به سه وزیر داد، مجلس شاید به اشاره حکومت رأی تایید به اعضای هیئت اداره داشته باشه. ما میبینیم نمو بحثی که در مسئله مجلس سه وزیر بود، وزرای دفاع، داخله و رئیس امنیت ملی، اینا برای مجلس خواسته شد بر استعزا. بحث استعزا هم شفاخانه 400 بستر مواردش بود. وقتی بحث 400 بستر مطرح شد، شما میدانین که وزیر داخله در بحث 400 بستر کدام مسئله ای نداشت، چون امنیت 400 بستر هم مسئولیتش بود، دوشش نبود، مربوطی وزیر دفاع بود. درست، او توجهش قابل قبول بود به شما؟ بی یک بحثش، حالا حرف میذارم، وزیر دفاع مسائل طوری مطرح کرد. خب بالاخره دیدیم که مجلس سری شد. در بحث سری مجلس اینا یک قول دادن که تا دو هفته دیگر ما حقایق رو روشن میکنیم برای ملت. درست، حقایق ما برای ملت روشن بعد بکنه. روشن کرده، اما تا کنون با کمال تاسف که اینمی مسئله نشد. چطور اعتماد کرده شما به این قول؟ ببینین شما، به هر حال وضعیت ملک هم به این حالت است. وقتی اینا به عنوان وزیر هستن، وضعیت ملک به این حالت قرار داره. اینا را که با سرپرست تعیین بکنه آقای غنی، باز وضعیت ملک چی خواهد شد که کس از اینا پرسیشی هم نتونه و بازپرسی هم کرده نتونه؟ پس در صورتی که اینها هنوز رأی اعتماد دارن، میشه از اینا بازپرس شد. وقتی که سرپرست شد، قانونا مثل که اینا یک تعداد وزرای امروز سرپرست است و ماها است که آقای غنی اونا رو به عنوان سرپرست نگاه کرده، بسیار مشکلاتی است که باید از اونا پرسیده بشه. ولی وقتی با بحثی پرسش به میان میایه، یا یک معین میایه، یا کسی دیگری که تا او جوابگوی درست هم در مجلس نمیشه. ای کاش
اگر ما میدانستیم که راستی اینمی حکومت با جدیت با این قضیه برخورد میکنه، فیصله های پارلمان قابل قبول بر یزو هست و فیصله های پارلمان را تطبیق میکنه، یقینا پارلمان هم تصمیم نهایی خود در این بحث درست. خیلی کوتاه آقای نوری به خیلی بصراحت اشاره کردن که پارلمان در ریختاندن خون ملت نقش داره، به نظر شما چقدر موجه بوده میتونه؟ یک بحثی را جناب آقای نوری مطرح کردن، گفتن که مشروعیت پارلمان. حالا بحثی مشروعیت و عدم مشروعیت پارلمان سال هاست که بعد از سال پنجمش حقوق دانا روش بحث کردن، اما ما بحث قانون اساسی افغانستان مطرح میکنیم. ماده 83 قانون اساسی وضاحت داره برگزاری انتخابات، دور جدید شروع به کار کردن، این دور باطل خلاص میشه مسائلش. حالا پارلمان مسئول نیست در این مسئله که انتخابات برگزار بکنه. اینا میگن هیچ انتخاب... نیازی به حضور یک چنین پارلمان نیست. بعد بحث شما در چطور در صورتی که این دو سال نتونه حکومت انتخابات برگزار بکنه، در قانون اساسی افغانستان یک بحث است که رئیس جمهور در نبود پارلمان، در خلال نبود پارلمان در رخصتی میتونه فرامین تقنینی را صادر بکنه، اما در مسائل مالی و بودجه قطعا دست باز نداره رئیس جمهور. و بحث مالی بودجه است، نظارت است، این مسائل است. در صورتی که پارلمان نباشه این وضعیت باز با کجا خواهد رفت؟ حکومت در امروز اگر از دید آقای از دید استاد اگر همه وکیلا رو من فکر میکنم این جفاست در حق اینا همه را متهم بر یک مسائل بسازن، وکیلای بسیار دلسوز، وکیلای هستن که دلشان به حال ملت میسوزن و قطره قطره خون این ملت که ریخته میشه، اشک نو در برابر این مسائل ریخته میشه که چرا این وضعیت و این حالت است. شما فرمودید که نیاز به حضور پارلمان، مثلا گفتید که در بحث بودجه و مالی حکومت دست باز نداره. در بحث بودجه مثلا وزرایی را که بودجه را مصرف کرده نتونستن شما استیضاح کردید و حتی رد صلاحیت هم کردید، حکومت هیچ اعتنایی نکرد و حالا که وعده داده شده که به شما معرفی میکنه وزرای جدید را، اما تا حال چون این گام برداشته نشده. شما ببینید جناب آقای ظریف، پارلمان مسئولیت خود ادا کرد، مسئولیت خود ادا کرد از لحاظ قانونی. اینمی استیضاح حق پارلمان بود، اینا را استیضاح کرد در بحث بسیار عمده که قانون شکنی کردن که مسئله بودجه بود، بودجه باید تطبیق میشد، بلا آنها نشد، بودجه را مصرف نتانستن، قانون شکنی کردن، مقایر با این مسائل عمل کردن، بالاخره استیضاح شدن. ما کار قانونی خود انجام دادیم، استیضاحشان کردیم و رئیس پارلمان هم صدا کرد، وکلای پارلمان هم صدا میکنه که بودنشان دیگه به عنوان سرپرست مشروعیت نداره، نباید بوده باشه. ولی بالاتر از این، خب ما توپ و تانک نداریم که وزارتخانه را با توپ بسته کنیم وزیر بزرگ باشه. وای بسته بارا برمیگردم. جناب نوری صاحب، یک سری پاسخهایتان امیدوار هستم گرفته باشید از جناب قاضی صاحب و در ادامه چند بحث مهم را که اینا در پاسخ به شما مطرح کردن. یکی بحث این که شما متهم کردید تو وکلا را به ریختاندن، نقششان در ریختاندن خون مردم افغانستان و نمونش هم شاید همی استضاف و تایید صلاحیت سه وزیر بود و اینا سه مسئول امنیتی و اینا گفتن که خب اونا در جلسه سری قول دادن که تا دو هفته اینا حقایق را روشن میکنن و امنیت را تأمین میکنن و اینا، که خب تا عالم نشدن. در بحث نیاز به حضورشان فرمودن که الا حکومت دست باد در برخی مسائل نداره و در برخی نمونه های دیگر هم به شما پاسخ دادن. با احترامی که به قاضی صاحب دارم، من میخواهم بگم که چرا نمیگین که حکومت و چهار تا وزیر خواب برده شما را فریب داد، بازی تام داد؟ این تو چرا نمیگین؟ یک دو، چرا نمیگین که اکثریت یا بخش اعظم از افرادی که در پارلمان نماینده است خریده شدن؟ این مسئله رو چرا مطرح نمیکنین؟ چطور خریده شدن؟ با پول مستقیم؟ شما تحقیق کنین، اینا ریاست امنیت میفهمه و دهات دیگه میفهمه و حتی خودم شاهد برخی از قضایا بودیم که حالا نمیشه در ملایام گفت که وکیل پول گرفت و هر کدامش هم نرخ داشت. یک مسئله. مسئله دیگه که ما میخوایم بگویم که زور پارلمان برای شما نشان بده، ماده 81 قانون اساسی برای شما میگه که شما عالی ترین مظهر تقنینیه مردم افغانستان هستین. شما وقت نمایندگان مردم افغانستان هستین، قانون وضع میکنین، وزیر استضام میکنین، پس هیچ ارگان دیگه صلاحیت نقض عملکرد شما رو نداره. اگر شما واقعا صادق هستین، بیاین اعلامیه تای همین پارلمان نشر کنین و حکومت دیکتاتور خطاب کنین و جامعه جهانی را بخواهیم که با این حکومت یک طرفه کنه. این حکومت دیگه از مبنای دموکراتیک بیرون شده. وقتی از مبنای دموکراتیک و ارزش‌های مردمی بیرون شده، پس نیاز برای تداوم این حکومت دیده نمی‌شود.
شما این قدرت هم مردم افغانستان. اینا گفتن تو بوتانگ ندارن اجازه. که فشار بیانن برای حکومت. این ابزار فشار هست. اجازه بدین قدرت مردمی خود دارن. ماده 81 قانون اساسی افغانستان میگه پارلمان عالی ترین مظهر تقنینی و قانونگذاری هست. یعنی بر علاوه مظهر تقنینی اینا قدرت نظارت دارن. شما چرا تصمیم دست جمعی برای لغو حکومت نمیگیرین؟ چرا تصمیم مشترک نمیگیرین؟ چرا استاد نمیشین و از مردم کمک نمیخواین؟ که بیاید در کنار شما مردم خب شما رأی داده. پاسخ همی چرا پیش خودتان چیست؟ چرا چنین نمیکنن؟ من میخواهم ایره بگویم که زیر کاسه نیم کاسه وجود دارد. ایره باید بپذیریم که حکومت این وضعیت هم میخواهد که این گونه باشد. میخواهد وکیلا از مشروعیت قانونی برخوردار نباشند. اما این کار و مسئولیت وکلا هست بعد عمل کنم. من یک سوال بسیار صادقانه از قاضی صاحب میکنم. قاضی صاحب همی حالا نماز خواندی. من میخواهم از شما بپرسم که صادقانه در گزینش هیئت اداری آیا پولها رد بدل نشد؟ در قضیه مسئله سه وزیر پولها رد بدل نشد؟ صادقانه اقرار کنین برای مردم افغانستان. من من حیث یک وکیل بر ملت افغانستان میگم که امن طوری که شما حرف میشنوین من میشنم، اما این که ما به چشم خود دیده باشم، لمس کرده باشم، دیده باشم، قطعا این مسئله را نمیگم که همچه مواردی باشه. شاید همین مسائل تومت باشه، چرا افتراء باشه، شاید هم با بعضی مسائل صورت گرفته باشه، اما همه وکلا را نباید به این مسائل رقم بزنین، نباید همچه مواردی را به وجود بیارین. شما یک بحث را مطرح کردین، گفتین که وکلا باید حکومت لغو کنن. شما در قانون اساسی افغانستان جایی را برای من نشون بدین که از صلاحیت پارلمان همی باشه که حکومت وقتی به این حالت شد اعلان کنن که برو حالت فوق العاده حکومت را با قبول نداریم، حکومت باید از بین بره و حکومت جدیدی بیاد. حکومت دیکتاتور معرفی کردن نمیتونه که اینا گفتن. خب بحثش هست، بحثی رو ببینید. شما نواقص رئیس جمهور هم در دوران پارلمان گفته میشه، صدای وکلا کشیده میشه که این حکومت حالا بس ایسته که حکومتی که بر مبنای قانون اساسی تشکیل شده باشه شما همین حکومت برای من نشان بدین. همین حکومت بر مبنای قانون اساسی است. اگر بر مبنای قانون اساسی می بود باید برنده انتخابات اعلان می شد، او می توانست که یک کار را انجام میداد. امروز یک حکومت مصلحتی ساخته شده و بهتر از این حکومت. ببینین با همه کشمکش هایی که در درون افغانستان به وجود آمد و همو کمیسیون بدبخت انتخابات اینمی مصیبت را به کشور ما با بار آورد، نتیجه انتخابات را به این بدبختی کشاند. اونا حتی محاکمه نشدن من حیث مجرمین که به سرنوشت ملت افغانستان بازی کردن. خب یک پرسش اینو بیشتر مطرح کردن که شما چرا نمیگید که امیس سه وزیر حکومت شما را بازی داد، فریبتان داد مثلا قوانی. قطعا بس در اینجا نیست، بس ایسته که ما مصلحت ملک را در روی دیدیم که اگر وضعیت به این حالت بوده باشه، اگر این چهره ها را ما استهزا هم بکنیم به این مسئله سرنوشتی وزرای دیگه گرفتار میشه. خیلی کوتاه، به نظر خودتان دلیل عدم تأثیر گذاری تان که ماده 80 قانون اینا گفتند بالای حکومت تأثیر گذار نیستید و اعتنا نمی کند چی است؟ ببینید شما بس ایسته که حکومت از حکومت آقای کرزی شروع تا به حکومت، شما ببینید جایی که قوانینی را پارلمان او را تصویب کرده و حکومت کمر بسته برای عمل کردش در کجا هست؟ قانون شکنی از کرزی شروع تا به اشرف غنی کاملا اینمی بحث است. اگر بحث دیکتاتوری و استبداد است از کرزی شروع تا به غنی همه این مسائل وجود داره و قانون شکنی هم از قانون اساسی افغانستان هم نقض شده، قوانین عادی افغانستان هم نقض شده، احترام به قوانین و مصوبات مجلس هم گذاشته نشده. مسئله تا به اینجا رسیده. مصلحت ملی ایجاب کرده بودن. تا چه وقت ما دنبال این مصلحت ملی بانیم حکومت غیر قانونی را دنبال کنیم، رئیس جمهور مستبد باشه، وضعیت امنیتی روز به روز خراب شده. شما ببینین خود وکیل صاحب پیشتر گفت که برای ما وزرا گفتن که ما دو هفته بعد تمام وقایع را میگیم، اما امروز از اون میاد گذشته. این هر به این معناست که اینا رو بازی داد. یک دو مسئله دوم، ما میخواهیم که قدرت از اینا را در اساس یک قصه تاریخی یک تاریخ به اینا بگیم که چقدر قدرت دارن. در سال 1655 از فرانسه این وضعیت افغانستان داره جناب وکیل صاحب و تمام وکلایی که مرا گوش میکنن، مطالعه تانه بکنین. در سال 1655 هست که پارلمان اینمی وضعیت دارد. حکومت پارلمان تقسیم شده به روحانیون، به اشراف و حکومت
و او طرف هم برای توده های مردم. توده های مردم در هیچ کار سهم گرفته نمیشد، تمام تصامینشان منفی هست و تمام عواید یا به جیب اشراف میرود یا به جیب روحانیون میرود یا به جیب حکومت میروند و یک بخش مردم که مردم مظلوم هست در واقع در یک فقر بسیار سازنده، یک فقر بسیار خراب، یک وضعیت بسیار خراب که یکی از آمریکایی‌ها، یکی از انگلیس‌ها، یکی از تاریخ نویس‌هاس میگه که وقتی من یک زن دیدم 30 ساله بود، فکر کردم 75 ساله بود، چون فقر سر از این تاثیر کرده بود. پارلمان دمی وضعیت است، میان تمام اعضای پارلمان که بخش عوام میگندش، مجلس عوامش، میان پیش رئیس لوی 16 برای لوی 16 میگه که وضعیت بسیار خراب است، باید تغییرات در حکومت بیاریم، باید این کارهایتان شما وسو کنین، تغییرات در قانون اساسی بیاید. اینجاست که لوی 16 انمتو کرتی خود بلند میکنه، شانه خود بلند میندازه، میگه حکومت یعنی من، پارلمان یعنی من، چیزی که غنی بر شما گفت. درست. دمی وضعیت مردم به جاده ها میفتن و انقلاب کبیر فرانسه را در 1789 میلادی رقم میزنن. ما ایران میخوایم برای شما بگیم که قدرت مردمی را شما دارین، شما باید تصمیم بگیرین که پایان بتین برای یک دیکتاتور معابانه و ملکردهای غیر انسانی و فسادی که نه تنها در پارلمان بلکه در همه جا. حضور مردم را بخواین و تصمیم جدی بگیرین و رایتان را با مردم صاف کنین، خیانت به مردم نکنین. درست. پاسختان پرسشی که کردید مستقیم از وکیل سیب که تایید میکنن که پول رد بدل شده در برخی مسائل و اینها گرفتید پاسختان؟ وکیل صاحب مستقیم گفت ما هم شنیدیم. وقت شما وکیل هستین و در مجلس نمایندگان هستین، شنیدنتان به این معنا هست که من میفهمم که در حضور تصویر شما نمیگین، دوستایتان هست اونجا، رفیقایتان است، ممکن است شما پاک باشین، چارت دیگه پاک باشن، اما مطمئن باشین که مردم افغانستان روزی با این خائنی ملی تصفیه حساب میکنن و تصمیم خود میگیرن. تشکر جناب وکیل صاحب. از نمونه تاریخی که دادن، مثلا شما میتونید از حضور مردم بهره ببرید در جاده ها و حکومت را حالا سرنگون بکنید؟ شما ببینید، یک بحث است، ما یک قانونی داریم به نام قانون اساسی افغانستان، مادر قوانین افغانستان، ماده 69 قانون اساسی یک بحث داره. ماده 69 قانون اساسی صراحت داره برای که رئیس جمهور وقتی به خیانت ملی، امراض سوء العلاج، همچون مواردی که هست، یه از صلاحیت های پارلمان است که میتونه اینا را در محاکمه بکشونه. امروز ما به یک حالت قرار گرفتیم، یک حالت قرار گرفتیم. ببینیم که حکومت بر اساس قانون تشکیل نشود، بر اساس یک مصلحت، تا کشور را از یک بحران درونی به یک حالت بکشانند که کشور باز پس به دهه های گذشته بر نگرده. پس چرا به این قانون دیگه حالا میشه استدلال کرد؟ ببینین شما، قانونی که تمام موادش پایمال شده از سوی همی حکومت و قانونی که شما فرمودید که اصلا حکومت بر پایش شکل نگرفت. ببینین، وقتی گزینه بیتر از این بود که خارجی ها در میان در آمدن، حکومتی برای ما ساختن به نام حکومت وحدت ملی، در این حکومت تقسیم بندی است، در این حکومت وضعیت طور دیگر است، رئیس جمهور فراقانونی در این مسائل کار میکنه، ولی اگر بالاتر از این فشار هم بیاریم، ما هم باز به انتظار عزیزیم که وضعیت ملک هر روز از روز دیگر بهتر بشه. شما ببینید، همین حالا من ایره میپذیرم انتقاد جناب استاد را که نیروهای کشفی، نیروهای امنیتی ما آنقدر عاجز هستند که با وظایف خود عمل نمی کنند که حتی جان خودشان قربان میشه. قضیه ای را که دیروز در مزار شریف رخ میده، ببینین یک قول اردویی که او برای تامین امنیت افغانستان موظف است که امنیت افغانستان را بگیره و بتانه دشمنای افغانستان را در میادین جنگ شکست بده، در قرارگاه خود نتانستن امنیت جان خود را بگیرن. او فردی که در داخل کشور مظلوم بدون صلاح و بدون امکانات میگرده، او چطور جانش در امن باشه؟ تشکر جناب قاسم. در چند جمله آخر بحث هستم، فکر میکنید این رویکرد اخیر هیئت اداره میتونه تأثیر گذار باشه تا وکلا دگرگون شوند؟ امیدوار هستم که اینمی مسئله و تطبیق اصول وظایف باعث ای بشه که ولو در سال اخیر پارلمان ما اگر قرار داریم، انسجام بیتر در درون پارلمان به وجود بیایه، حضور فیزیکی که داشته باشند وکلای عزیز در مسائل تصمیم گیری ها و قوانین که سر میز پارلمان گذاشته است سهم بگیرن و قوانینی که به نفع مردم افغانستان است تصویب بشه و قوانینی که تصویب میشه حکومت یا قوه اجراییه
امیدوار هستم مسئولانه در برابرش عمل کنه و با قوانین را اجرا در بگذاره و بالاخره یک به سمت یک قانونمندی ما حرکت کرده باشه. خیلی سپاس. دقیقه اخیر. من فکر میکنم یک کپ بسیار خوب جناب وکیل صاحب محترم قاضی صاحب گفتن که ماده 69 صراحت دارد. ما میخوایم چرا میگم عملی نمیکنین مثلا من براتون نشان میدم اگه نفر گم کردین ماده 69 میگه رئیس جمهور این که خیانت بشری و نمیدونم جنایت علیه بشر خیانت ملی و امثال از اینا را کرده باشه به عنوان مجرم شناخته میشه و توسط سه سلس پارلمان باید این مسئله رفع شود. شما ببینین امی افراد که انتحار میکنن انفجار میته و طالبان این مسئله اید پیش نمیره مسئله برخه میگیریم 140 نفر به گمان اغلب گزارش که ما در رسانه‌های اجتماعی داریم شهید شده است. 140 خانواده به غم نشسته است و به صدها طفل یتیم شده و به صدها زن بیوه شده و آقای کرزی یک روز پیشش میگه طالبان را باید به رسمیت بشناسیم 50% خاک افغانستان را طالبان کنترل کرده و سخنگوی طالبان میشه نه تنها در دوره حکومتش و فعلا شما چرا اقدام نمیکنین بیاین این رخواهین ملی انتخاب کرده محکمه را سر اجرایی کنید. خب ببینین حالا آقای کرزی کسی است که من حیث یک فرد و اطوای نمی کشور است، مسئولیت پارلمان نیست. ما اینجا قوایی داریم به نام قوه اجرایی است، قوه قضایی است، اونا او را بکشانن و میدان مسائل جرمیش را تصویت بکنن، محاکمهش بکنن. او حالا صلاحیت رئیس جمهور نیست که ما ماده 69 را در در قسمت آقای کرزی ماده 69 را ما تطبیق بکنیم و در حرفهایی را که جناب آقای کرزی گفتن در دوره ریاست جمهوری خود برادر خطاب کردن و حالا اونا را حق میدین و قاتلای مردم افغانستان را مستحق عزی میشناسن که باید به با اونا جنبه سیاسی و عملی داده بشه و مستحق عزی باشن که وارث افغانستان باشن. اینها را قوه قضاییه افغانستان، سارانوالی و نیروهای عدلی و قضایی میتونه قضیه را پیگیری کنه نه پارلمان افغانستان. سپاس. چند جمله. دو نیم سال میشه از حکومت و پارلمان کارش حدودا 5 سال میشود یا بیشتر از او. شما ببینین دو نیم سال پیش که آقای کرزی آنچه که شما گفتین برادر خطاب میکردم این قضیه در کجا بود؟ چرا اقدام نمیکنه؟ بازم من مسئولیت به پارلمان میدانم و این مسئولیت به اینا برمیگرده چون مسئله عالی تقنینی مردم. خیلی سپاس از شما رامش نوری آگاه سیاسی و کنشگر مدنی و همچنان قاضی عبدالرحیم رحیم عضو کمیته تقنینی مجلس نمایندگان از حضورتان در این میز و سپاس و امتنان بی نهایت هم از شما برای پایشتان پای این بحث آخر خط. تا درود و دیدار دیگر پیروز بهروز و بروزتان میخوام.